به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا، بیننده های خوب تلویزیون آریانا سلام، وقتتان بخیر. ما به تنیکوت چلستون آمدیم، جایی که تعداد مردمی که در این منطقه زندگی میکنند از دیر زمان شکایت دارند از عدم توجه اداره پایتخت. اداره پایتخت سال گذشته پیش از موضوعات آمدن کرونا و ایگپا آمدن تا یک منطقه را سرکار کانکریت کردن و جویا را یا کانالا را به شکل استاندارد ساختن و خوش هستن از این کارشان. اما این که پس از کرونا و یا امسال اصلا توجه هیچ نکرده از اون پایتخت، مردم شکایت دارن، از چند روز به این طرف ما را خواستن. بالاخره امروز ما آمدیم که به مشکلات از اینا رسیدگی صورت بگیره. بالاخره خواست که اینا داره انعکاس بتیم. اگر اداره پایتخت مسئولین در جریان هستند، گزارش ما را بیننده باشند و ببینند که مردم چی گفتنی دارند و چرا شکایت دارند، آیا شکایتشان برحق هست یا نه. سلام بر همه. سلام. وکیل منطقه شما هستین؟ بله. خوش آمدید. خود معرفی بکنین. به نام خدا، داوود اخبار هستم، وکیل گذر تنیکوت نوی هفتم. گفتن که شما مشکل دارین و یا شکایت دارین از عدم توجه زون پایتخت. متاسفانه ما با بسیار زیاد مشکل توانستیم که اداره زون پایتخت تقریبا یک سال چند ماه قبل قناعت بدیم که ما اینجا انسان هستیم و ضرورت ها داریم و سرک ما را برای ما شما اعمار بکنین. اونها گفتن که شما کوشش بکنید که یک اولویت عمومی را برای ما مطرح بکنین، پیشکش بکنین که حداقل چند گذر از اون مستفید شود، که سرک تنیکوت برشناکوت به طول 6.1 کیلومتر است و اداره مستقل زون پایتخت با قیمت 160 میلیون افغانی با شرکت ابرام گلوبال قرارداد کرد. کار دوام داشت، ولی متاسفانه یک سال میشه که کار ما معطل قرار داده شده. اداره زون پایتخت وقتی که مراجعه میکنه ما را به شرکت حواله میکنه، شرکت مربوطه هم ما را به اداره مستقل زون پایتخت حواله میکنه. متاسفانه اینمی جنجال ها و مشکلات شما قسمت شما خودتان مشاهده میکنین. زمانی که چون دامنه کوه، زمانی که از بالا باران میاد، یک سیل میاد، اینجا دیگه یک دند، یک آبی بسیار کلان، یک قسمت آب دند میشه. من آب تقریبا میبینید که شما 60 70 سانتی اینجا چه خور است. این طرف شام بس از کجا رفت آمد میکنین شما؟ رفت آمد صرف یک کانالی که او هم تقریبا دو سال چند ماه میشه که اعمار شده، ولی متاسفانه تال شاروالی و عملیات تنظیف نایفته متاسفانه نتونسته که حداقل یک باری را پاک بکنه. 40 میلیون او وقتی که خاک گل لوش ما میبینید 40 میلیون سر کانال از اینا شد. بله بله، ولی شما میبینید که فعلا در مابین خاک افتاده، قابل استفاده هم نیست. فعلا این قابل استفاده نیست بخاطر که داخلش پر است. داخلش پر است، ولی وقتی اگر خالی شود، تخلیه شود، بسیار مفید بوده، مشکلات ما رو مرفوض کرد. زمستان اینه باز هم آمده نیست، اگر جور نشه سرک شما، کانکریت نشه یا پریزی نشه، باز هم گپای سابق است. دقیقا ما بارها به اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مراجعه کردیم. نهایتا فردا که ما وعده کردن که ما میایم به همراه ماشینری، ما به مشکل شما رسیدگی میکنیم. در غیر از اون ما هم حجت سرشان تمام کردیم. مشکلات مردم ما بسیار زیاد است. اگر به مشکل ما توجه نکنه و فردا اینا نبیاین، عملا کار خود شروع نکنه. متاسفانه ما مجبور خواستیم که دست به حرکات مدنی بزنیم، به خاطر اینکه حق ماست. ما در یک ولسوالی دورافتاده ناامن زندگی نمیکنیم. ما در شهر کابل هستیم، در 8 کیلومتری قصر ریاست جمهوری هستیم. وقتی که به مصائب و دردهای ما رسیدگی نمیشه، مطمئنا کسایی که دوردست‌ها زندگی میکنه بر از او هیچ توجه نمیشه. خب چیزی که اگر من نپرسیده باشم و شما گفتنی داشته باشین بفرمایید. خواست ما از حکومت جمهوری اسلامی است که وعده هایی که به همراه مردم کرده در بخش بهسازی، ما سیاستمدار نیستیم، ما کدام شغل برای خانواده خود، برای موکلین خود نمیخواهیم، بلکه ضرورت هایی است که ما پیشکش میکنیم به این نظام. ما به این نظام رای دادیم، ما به این نظام ما حمایت کردیم. روزانه ما صدها قربانی میتیم، خون اولاد خود میریزیم به خاطر ادامه از این نظام، از این حکومت. و حکومت هم باید این مدیریت رو داشته باشه، این کفایت رو داشته باشه که با مشکلات مردم رسیدگی بکشه. شما فکر بکنین اگر ما در یک ولسوالی دورافتاده ناامن جنگی زندگی میکردیم، خب طبعا که ما میتونستیم بگیم که جنگ است، ولی ما در شهر کابل هستیم. اینجا الحمدلله کدام ناامنی نیست، جنگ نیست، همه مسئول هستن. ما خاص ما از حکومت علل خصوص از اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ای است که عملا کار ما را شروع بکنه. در غیر از او هر اتفاقی که افتاد مسئولیتش به پای اداره مستقل انکشاف زون پایتخت خواهد بود. و سلامت باشید. زنده باشین شما. شکایت بود از مردم تنیکوت منطقه چلستون که به اثر ناتوجهی زون پایتخت، چیزی که خودشان گفتن، تا هنوز این منطقه به این شکل باقی مانده.
کانالشان که 40 میلیون افغانی مصرف شده، قابل استفاده نیست، داخلش تمامش خاک و گل است و قابل توجه نیست. این قسمت وقت زمستان میشه تمامش آب دن میشه، هیچ کس از اینجا عبور و مرور موتر خو اصلا نمیتونه، پیاده هم میگن رفت آمد کرده نمیتونن، صرف از اون قسمت ها اگر بتونن، او هم اگر آب کمتر باشه. خانه مردم میفهمن زیر آب میباشه اگر اینجا آب استاد شد. اما من در آخر یک خواهش دارم که اگر اینجا جور نمی کنین، یک چند دانه کشتی برازی مردم بتین که در کشتی ها رفت آمد بکنین، این قسمت هم جالب تر است. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا بودین. حال هم شما و رستم جان در بخش کامنت ها. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.